اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت، وزیر خارجه و وزارت خارجه رژیم هیچ چیز جز سیاست‌های تروریستی و جنگ افروزانه رژیم را نمایندگی نمی‌کنند. تجمع غارت شدگان کاسپیان در تهران. آسوشیتد پرس: رژیم ایران انفجار موشک را تایید کرد و گفت آزمایش شکست خورد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه اعلام کرد جواد ظریف ضمن کرنش در مقابل قاسم سلیمانی بار دیگر بر این حقیقت اذعان کرد که وزیر خارجه و وزارت خارجه رژیم هیچ چیز جز سیاست‌های تروریستی و جنگ افروزانه رژیم را نمایندگی نمی‌کنند. ظریف گفت: من و سردار سلیمانی بیش از 20 سال است که از نزدیک با یکدیگر کار می‌کنیم. به این ترتیب هیچ ابهامی نیست که مسائل اساسی سیاست خارجی توسط سپاه پاسداران و شخص خامنه‌ای هدایت می‌شود و تا آنجا که به سیاست‌های بنیادین این رژیم، یعنی سرکوب داخلی، صدور تروریسم و جنگ افروزی و تلاش برای دستیابی به بمب اتمی و تولید موشک‌های بالستیک مربوط می‌شود، هیچ تفاوتی بین باندهای مختلف این رژیم نیست. غارت شدگان مؤسسه کاسپیان وابسته به سپاه پاسداران مقابل قضائیه آخوندی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار محاکمه ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی رژیم شدند. غارت شدگان شعار می دادند: فریاد یا محمدا، سزار آواره ای، فریاد رسی نداری، سزار آواره ای، فریاد رسی نداری. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد رژیم ایران روز دوشنبه برای اولین بار تایید کرد یک موشک در مرکز فضایی آن منفجر شده است. این تایید بعد از آن صورت گرفت که تصاویر ماهواره این انفجار در هفته گذشته فاش شد. یک مقام گفت اشکال فنی در طی آزمایش منجر به این انفجار گردید. اظهارات علی ربیعی سخنگوی دولت آخوندی اولین توضیحات ارائه شده از جانب رژیم ایران در رابطه با انفجار روز پنجشنبه است. آسوشیتد پرس افزود این انفجار سومین شکست موشکی است و باعث گمانه‌زنی هایی در رابطه با احتمال خرابکاری در برنامه فضایی ایران گردیده است. فرمانده یک ناو نیروی دریایی انگلستان فاش ساخت که از اوایل خرداد امسال 115 بار با نیروهای سپاه پاسداران در خلیج فارس مقابله کرده است. به گزارش تلگراف، ویلکینگ فرمانده این ناو گفت سپاه پاسداران به وسیله قایق‌های تندرو و پهپادها ناو HMS مونتروز را آزمایش کرده و تا 200 متری آن آمدند و این ناو را مورد تهدید قرار دادند. وی گفت هدف رژیم ایران مستمراً ایجاد اخلال در منافع انگلستان در این منطقه بوده است. به گزارش تلگراف، جدیت هدف رژیم ایران بعد از عقب نشینی خفت‌بار آن برای ربودن یک کشتی دیگر مشخص شده است.